تفاوت عقیده وهابیت و عموم اهل سنت در چند چیزه. اولین فرق این که عموم اهل سنت امروز پیرو یکی از مذاهب اربعه هستند. همونطور که شیعیان مقلد مجتهدین هستند، مجتهدینی که البته الان زنده هستند، برادران اهل سنت مقلد یکی از ائمه اربعه خودشون هستند. اول آقای امام ابو حنیفه، نعمان بن ثابت الکوفی متوفای سال 150. دوم امام محمد بن ادریس شافعی متوفای 204. سوم که البته باید در واقع دوم ذکر میکردیم از نظر سیر تاریخی، آقای مالک ابن انس اصبحی متوفای 179. چهارم آقای احمد ابن حنبل شیبانی متوفای 241. عموم اهل سنت مقلد یکی از این ائمه اربعه هستند، از اونها تقلید میکنن. و وهابیون معتقد به اصل تقلید نیستند و در واقع غیر مقلدند، با افتاء و تقلید مخالفند الا در حد ضرورت. لذا اگر هم خودشون را گاهی حنبلی معرفی میکنن، این واقعیت نداره. در واقع میگن ما خودمون به حدیث عمل میکنیم، ما اهل حدیث هستیم بر طبق روش سلف. لذا خودشون برای خودشون نامهای اهل حدیث و سلفی را به کار میبرن. گاهی در جمع اهل سنت برای این که اونها را خارج از مذاهب اربعه ندانند و جوی تند علیه اونها مطرح نباشد، خود را حنبلی هم معرفی می کنند، در حالی که حنبلی نیستند. یک دلیل مطلب اینه که اولین کتاب را علیه این گروه حنبلی های اهل سنت نوشتند، کتاب الصواعق الالهیه فرد علی الوهابیه. این را برادر محمد ابن عبدالوهاب که بنیانگذار فکر وهابیت هست و نام وهابیت از اسم او گرفته شده، از نام پدر او محمد ابن عبدالوهاب، اگر میخواستن به خود او نسبت بدن کلمه ثقیل میشد، خیلی بزرگ میشد، محمد ابن عبدالوهابیت خیلی طولانی است، حذف کردن، معروف شدن به وهابیت. این آقا که این افکار رو حدود دو قرن و نیم قبل مطرح کرد، اول کتابی که علیه او نوشته شد، برادرش سلیمان ابن عبدالوهاب نوشت به نام الصواعق الالهیه فرد علی الوهابیه. پس بنابراین نمی شود گفت که اینها حنبلی هستند. اشکال دیگری هم مشابه این، استادش، یکی از اساتیدش، بر او ایراد گرفت، رساله ای نوشت به عنوان نصیحت و بعد هم پخش شد. بنابراین یک فرقشون اینه که عموم اهل سنت پیرو یکی از مذاهب اربعه هستند، اینها به تقلید مطلق از ائمه اربعه معتقد نیستند و تو بعضی از محیط ها برادران اهل سنت به اینا میگن غیر مقلد.